سلام دوستان، من آینه نیکوان هستم از کانال نیک وایپرز. همه شما دوستان میدونید که کار ما و تیم ما تخصص و زمینه داره در تولید محتوا و مستند از خزندگان و جانوران زهرآگین داخل حیات وحش ایران. ما تمام سعی و تلاشمون داریم به همراه تیممون میکنیم تا خزندگان و جانوران زهرآگین ایران که کمتر کسی به اونها پرداخته ازشون مستند تهیه کنیم و اونا رو به شما معرفی کنیم، هم با خصوصیات اخلاقشون آشنا کنیم، هم بایدها و نبایدها و خطرهایی که ممکنه برای شما داشته باشن تا فاصلت رو در طبیعت باهاشون حفظ کنیم تا باعث ایجاد بروز مشکلاتی برای شما و خود اون حیوانات خاص نشه. امروز در این سفر ما پیمایش رو آغاز کردیم در رشته کوههای زاگرس برای پیدا کردن گونه عقرب‌هایی که هم میتونن گزش‌های خطرناک داشته باشن و باعث ایجاد مشکلات، عوارض و حتی مرگ بشن و همینطور گونه عقرب‌هایی که فقط گزش‌های دردناک و یا بسیار دردناک دارن اما خطر جانی ندارن مگر در مواقعی که حساسیت داشته باشید و بخواد به گزش اونها آلرژی پیدا کنید یا واکنش نشون بده بدنتون. تمامی عقرب‌هایی که در دنیا زندگی می‌کنن قابلیت گزش دارن و ما عقربی نداریم که غیر زهری باشه یا به اصطلاح اشتباهی که در بین عموم رایجه میگن عقرب سمی نداریم یا فلان عقرب سمی نیستش. ما در جانوران زهرآگین چیزی به عنوان سمی نداریم، جانور زهری یا غیر زهری. عقرب‌ها و عنکبوت‌ها همه اونها زهری هستن، ما چیزی به عنوان غیر زهری نداریم. تمامی عقرب‌ها قابلیت گزش دارن، میتونن گزش ایجاد کنن و فرد رو مورد گزش قرار بدن. برخی از اونها کشنده و خطرناک هستن و عوارض گزششون شدیده، برخی دیگر فقط دارای درد، تورم و یا عوارض خاصی نیستن که بستگی به بدن هر فرد متفاوته. با ما در این سفر همراه باشید. الان تقریبا اوایل غروبه، منتظریم آفتاب غروب کنه و شروع کنیم به پیمایش تا بتونیم عقرب‌هایی که در طول شب فعالیت می‌پردازن رو پیدا کنیم، برای شما تصویرش رو ضبط کنیم و براتون به اشتراک بذاریم. ما آینه نیکوان هستیم از کانال نیک وایپرز، با ما تا انتهای ویدیو همراه باشید. خب دوستان عزیز، ما همونطور که در حال پیمایش و گشتن بودیم به دنبال گونه عقرب‌هایی که میشه در رشته‌کوه زاگرس پیدا کرد، دونستیم یکی از گونه‌های جذاب و خیلی خاص این منطقه پیدا کنیم که کمتر تصاویری ازش ضبط شده. گونه عقربی از جنس کمپوزوبوتوس. عقرب‌های کوچک جثه‌ای هستند که از تقریبا ناخن انگشت شست تا دو بند انگشت که مشاهده می‌کنید رشد میکنن، یعنی گونه های مختلفی دارن. ما کوچکترین گونه های اون رو که در استان خوزستان مشاهده کردیم اندازه ناخون انگشت شست بود. در منطقه که پیمایش داشتیم گونه کمپوزوبوتوس هایی زیست میکنه که تا دو بند انگشت رشد میکنن و بدن بسیار کشیده و باریکی دارن. گونه عقرب کمپوزوبوتوس گزش های بسیار دردناکی داره اما خطر مرگ و کشندگی نداره مگر برای افرادی که حساسیت و آلرژی داره بدنشون و باید سریع به مرکز درمانی مراجعه کنن. دوستان عزیز، بهتون اول ویدیو گفتم تمامی عقرب‌ها قابلیت گزش و توانایی گزیدن رو دارن، هیچ کدومو نباید ساده بگیرید و اگر طبیعت‌گرد هستید و میخواید در منطقه کمپ کنید، اتراق داشته باشید، حتما اطرافتون رو چک کنید سنگلاخ نباشه. مثل این محیطی که الان ما هستیم پر از علف‌ها و کلوخ‌ها و سنگلاخ‌ها هستش که اگر بلندش کنید ممکنه زیرش عقرب باشه و در طول شب عقرب‌ها شب فعال هستن، در طول روز بیرون نمیان و فعالیت ندارن اما در طول شب و اوایل غروب به بیرون میان، به زیر سنگ‌ها میان و فعالیت خودشون رو آغاز میکنن چون هوا خنک میشه و از گزند گرما در امانن. نوک نیش و تلسون عقرب رو مشاهده میکنید که سوزن نیش بلندی داره و میتونه گزش های دردناکی رو رقم بزنه. گزش ها هر چقدر عمقی تر باشه دردناکتره و زهر سریعتر به بدن منتقل میشه. همونطور که مشاهده میکنید بدن زرد و قهوه‌ای رنگ و کشیده ای داره، دست و پا و انبارک های کشیده و همینطور دم بلند و باریک. نمونه های نر این گونه دم بلندتر و باریکتری دارن و نمونه های ماده یا جنس ماده دم کوتاهتری دارن.
این عقرب در رشته کوه زاگرس پراکندگی داره و جز گونه عقرب‌های کوچک جسه ایران به حساب میاد و همونطور که بهتون گفتم دارای گزش‌های دردناکی هستش. تمامی گونه‌های جانوری خزندگان، بندپایان و حشرات، مخصوصاً جانوران زهرآگین برای طبیعت بسیار مفیدند. با تغذیه کردن و شکار کردن حشرات نقش بسیار خوبی در کنترل جمعیت آفات، مخصوصاً آفات کشاورزی دارند. سعی کنیم که این گونه‌های زیبا رو بهشون آسیبی نرسونیم و بتونیم فقط از کنارشون رد بشیم و از زیباییشون لذت ببریم. سعی به کشتن و از می‌مردن اونها نداشته باشیم. ما این گونه رها می‌کنیم و به ادامه پیمایشمون می‌پردازیم تا در اوایل غروب و اوایل تاریکی بتونیم گونه های دیگه از عقرب‌ها رو مشاهده کنیم. ما این منطقه رو می‌گردیم تا بتونیم اگر گونه عقرب دیگه مشاهده کردیم بگیریمش و تصاویرش رو برای شما ضبط کنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، ویدیوی معرفی عقرب کمبوز و بوتوس رو مشاهده کردید. خیلی ممنون میشم که ما رو حمایت میکنید و ویدیوها رو تا آخر تماشا میکنید. با حمایت های شما ما میتونیم فعالیت بهتر، قوی تر و مستمرتری داشته باشیم. این گونه عقرب زیبا رو که به شما معرفی کردیم یک ویدیو کامل و مجزا هستش. لطفاً کانال نیک وایپرز رو به دوستانتون معرفی کنید اگر علاقمند هستین به گونه های حیات وحش، به خصوص خزندگان و جانوران زهرآگین. در ویدیوهای بعدی در رشته کوه زاگرس به پیمایش ادامه میدیم و گونه عقرب ها و یا خزندگان دیگری که مشاهده کردیم ویدیو کامل و معرفیش رو ضبط کنیم و به شما نشون میدیم. با ما تا ادامه ویدیوهای دیگر در چنل همراه باشید.